درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق را با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، داریم نزدیک میشیم به 25 شهریور. 25 شهریور که همگی ما به خاطر داریم، روزی که مهسا امینی به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد، خیزشی که از کشته شدن او آغاز شد و در از 25 شهریور به بعد و در 31 استان در واقع این حرکت ادامه پیدا کرد. متاسفانه تعداد زیادی کشته و زخمی شدند و بازداشت شدند. باید این رو اشاره بکنم که 600 تن، بیش از 600 تن کشته شدند که از این 600 تن 71 کودک بود و در واقع باید این رو هم اضافه کنم که بین این کشته شدگان که اضافه باید بکنیم 15 نفر در زیر شکنجه کشته شدن. تعداد اعدامی هایی که از خیزش زن زندگی آزادی در همین اعدام کردن چندین نفر بوده، البته باید بگم 120 نفر رو حکم اعدامشون رو صادر کردن، ولی این حرکت همچنان باقی است. رژیم جمهوری اسلامی در پی این بود، در طی این سالها، در طی این 2 سالی که داریم به سالگرد خیزش زن زندگی آزادی میرسیم، این بوده که اون قشر خاکستری رو پررنگ و پررنگ تر کنه. متاسفانه در طی این سال با پولی که جمهوری اسلامی خرج کرد، قشر خاکستری رو پررنگ تر کرد، ترس و وحشت رو در بین جامعه انداخت و اینکه بتونه در خارج از کشور به مراتب بیشتر از در داخل کشور این سعی رو کرد و اینکه این اتحاد رو و همبستگی رو به هم بزنه، این اتحاد و همبستگی که در خیزش 1401 به پررنگی میشد دید، ولی امروز میدونیم که مقداری کمرنگ و کمرنگ تر شده و این خود جمهوری اسلامی بود که این سعی رو کرد و این کوشش با خرج و پول کلانی که در خارج و مخصوصا در لس آنجلس خرج کرد بتونه این همبستگی و اتحادی که بین ما وجود داشت، بین چپ و راست فرقی نمی کرد و امروز متاسفانه بین قشر چپ ما و یا جمهوری خواه ما این بیشتر و بیشتر دیده میشه. هرچند که باید بگم طرف راست هم که هست، نمیگم نیست، ولی اونهایی که راست نما هستند آمدند و میخواستن این همبستگی رو به هم بزنن. ما باید هوشیارانه تر به حرکتمون ادامه بدیم، به اون اتحاد و همبستگی که بهش اعتقاد داریم. امروز فقط اتحاده که میتونه ما رو به اون موفقیت، به اون آرزویی که آرزوی تک تک ما، آرزوی ایران ما، آزادی ایران ماست برسیم. نگذاریم بین ما تفرقه بیاندازند. با هر اعتقاد و مرامی که داریم، ما همگی به یک رفراندوم آزادی اعتقاد داریم. در آینده آزاد ایران اون رفراندوم هستش و اون رأی تک تک ماست که تعیین کننده حکومتی است که ما بهش اعتقاد داریم. بینندگان عزیز، در این 25 شهریور، این دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، به یاد مهسا امینی، مجله فردوسی امروز به شماره 711 خودش این عکس مهسا امینی و خیزش مردم رو روی جلد گذاشت و مهسا دلیرانه ایستاد و مردم را به میدان مبارزه آورد. این میدان مبارزه‌ای که هیچگاه خاموش نشد، شاید امروز یک کمی کم رنگ تر هستش، ولی همچنان آتش زیر خاکستری است که دوباره می‌جوشد و اون جوشش ما رو به آزادی که لیاقت مردم ایران هست خواهد رساند. امیدوارم که ما رو در این راه در مجله فردوسی امروز حمایت کنید. 711 هفته است، ما به منزل شما میفرستیم این مجله رو و شما میتونید، هموطنان ما در داخل ایران میتونن به من ایمیل بزنن و مجله فردوسی رو به صورت رایگان براشون بفرستم. مجله فردوسی که متعلق به شماست و بزرگان مطبوعات ایران درش قلم میزنن.
بینندگان عزیز، باید یادآور بشم که در تمام دنیا در روز 25 شهریور که مصادف میشه با در واقع یا 15 یا 14 یا 15 آگست یا اوت، هموطنان ما در سراسر دنیا مراسم هایی برگزار کردند، در فرانسه، در استرالیا، در لندن و در تمام جا. امیدوارم که شما در هر کجای دنیا که هستید به این تجمعات بپیوندید و در کنار اونها فریاد نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم رو سر بدین. درودی میفرستم به هموطنان هامبورگ ما، هموطنان ایرانی که در هامبورگ هستند و همچنان ایستادن تا پایان. با هم پیام این عزیزان رو با هم گوش میکنیم و شما که در هامبورگ هستین به این عزیزان بپیوندید، نه به جمهوری اسلامی. شما سرکار خانم پهلوان و سایر همکارانتون در شبکه پارس تی وی، در یادبود قتل حکومتی مهسا امینی و دیگر کشته شدگان خیزش 1401 روز شنبه 14 سپتامبر 2024 در شهر هامبورگ با همکاری انجمن اتحاد ایرانیان هامبورگ، حزب مشروطه لیبرال دموکرات شاخه هامبورگ، انجمن میگو و سایر آزادی خواهان ایران همچون سالهای گذشته تظاهراتی را برگزار خواهیم کرد. امیدواریم بتوانیم همراه با همه میهن پرستان این آتش را روشن نگه داریم. این وظیفه تک تک ماست که در کنار این عزیزان باشیم و با هم و یک صدا فریاد نه به جمهوری اسلامی رو سر بدیم. در لس آنجلس از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر روز یک شنبه 15 سپتامبر با هم و کنار هم، بینندگان عزیز، 4 تا 6 برنامه ماست و برنامه ایست که با هم همصدا خواهیم شد و فریاد نه به جمهوری اسلامی رو سر خواهیم داد و همینطور زن، زندگی، آزادی. به امید اینکه شما هموطنان عزیز رو در لس آنجلس در روز یک شنبه ساعت 4 تا 6 ببینیم، همینطور در فرزنو روز شنبه 14 سپتامبر از ساعت 12 تا 4:30 بعد از ظهر مراسمی برگزار خواهد شد که امیدوارم شما که در فرزنو هستید به این جمع بپیوندید. مطمئنن شما رو در فرزنو در این روز خواهیم دید. من در اونجا سخنرانی دارم در همین زمینه، در زمینه رسانه ها و همین خیزش زن، زندگی، آزادی. امیدوارم که شما هموطنان در فرزنو با هم و یک صدا، دست در دست هم، با هم یک صدا نه به جمهوری اسلامی. دیر و دور نخواهد بود، یادی بکنم از خدا نور. همگی شما با خدا نور آشنا هستید. خدا نور جوانی که در 10 مهر ماه 1374 در زاهدان به دنیا آمد. خدا نور جزو کسانی بود که در جنبش مردم ایران در سال 1401 در 10 مهر ماه درست در روز تولدش کشته شد. خدا نور جوانی بود بسیار فعال که او رو بازداشت کرده بودند. تصویر این تصویری که شما امروز مشاهده می کنید، دستبند زده به میله پرچم و گذاشتن آب دور از دسترس او در عین اینکه خیلی تشنش بود، ثبت شد در تاریخ ایرانمان. خدا نور، این جوانی که شاد بود و فعال و عاشق میهنش، یاد او رو گرامی می دارم. رقص او در سراسر دنیا گشت و گشت و گشت به امید روزی که همگی ما در میدان شهیاد به یاد خدا نور و خدا نورها جشن خواهیم گرفت و همچون او خواهیم رقصید. Dil 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 d
نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. در دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی و خیزش مردم ایران در سال 1401 دانشجویان بیانیه دادند که در این قسمت بیانیه اینها رو براتون میخونم. شماری از تشکل‌های دانشجویی در ایران به مناسبت فرارسیدن دومین سالگرد خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی خواستار ایستادگی در برابر حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی شده و اعلام کردند که تا نابود کردن حکومت با آن مبارزه خواهند کرد. در این بیانیه آمده است نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم، نه اظهار پشیمانی می کنیم، نمی ترسیم و نه از راه رفته بر می گردیم. این تشکل‌های دانشجویی در بیانیه خود با اشاره به تأثیر عمیق اعتراضات سراسری در یک صدا کردن جامعه معترض ایران یادآور شدند. جمهوری اسلامی دیر یا زود با پیروزی انقلابی که در رگ‌های جامعه در جریان است توسط ما نابود خواهد شد. یه روز دیدم گم شد جونم، دور افتادم از آشیونم، بی خونه مونو سرگردونم، پریدم از خواب، دیدم شبه، دیدم تاره، قصه یه داس و گندم زاره، اما باز دلم امید داره به صبح افتاد. سلطان قلبم، نفسهای ایران، رویای من، مردم شاد ایران، جسم و تن و روح و دار و ندار و فدای ایران، ایران زیبای زیبای زیبا، ایران تنهای تنهای تنها، جوان زنت یه روزش که چشما از خاک ایران، خوابم نمیره بیدارم، منم حق زندگی دارم، به خودم اینو بده کارم ایران آرام. بله بینندگان عزیز، در این دومین سالگرد خیزش مردم باید این رو اضافه کنم که خانواده های دادخواهی که امروز در زندان هستند و شرایط خوبی رو ندارن، ماشاءالله کرمی باز دوباره حکم دیگری براش صادر بشه، پدر دادخواهی که امروز در زندانه، همطور باید اضافه کنم که خانواده های دادخواهی چون هاشم ساعدی، حسن امینی، عبدالرحمن نصری، آرمان حبیبی، محمد وزیری، صادق محمود نژاد، کوثر افتخاری، مهسا یزدانی، منوچهر بختیاری و دیگر عزیزانی که امروز به خاطر دادخواهی فرزندانشون در زندان هستند و شرایط خوبی رو ندارن، باید صدای اونها باشیم. سکوت ما خیانتی است به مردم ما، سکوت ما خیانتی است به جوانانی که جان خودشون رو در راه آزادی ایران از دست دادن. امروز این قشر خاکستری باید از بین بره، قشر خاکستری که همونطور که گفتم، قشر خاکستری که جمهوری اسلامی روش بسیار کار کرده و در موازات مبارزات مردمی حرکتی رو راه انداخته که بخواد این رو کم رنگ و کرم نکنه. من در برنامه هفته آینده حتما در این زمینه صحبت خواهم کرد. امروز سکوت میکنم تا ببینم، بگذاریم که
تفرقه بین ما نیفته و مطمئنن یک مسئله ای رو با شما در میون خواهم گذاشت که در این روزها در جنگ این مسئله هستم و امیدواریم که موفق بشیم و باید بجنگیم و باید بایستیم، سکوت نکنیم، نترسیم و بایستیم، همونطور که بچه های ایران شعار دادن ایستاده ایم تا پایان، همونطور که بیانیه دانشجویان گفتن نمی ترسن و نمی از این مبارزه دست بر می دارن. مبارزه ما همچنان ادامه داره تا آزادی مملکت ما. نباید بترسیم، باید بایستیم، نترسیم. ما همه با هم هستیم، ما همه در کنار هم هستیم و با هم هستیم. وقتی که نیروفر حامدی یا الهه محمدی گزارش رو تعیین کردند و گزارش رو در مورد مهسا امینی گفتند، وقتی که این دو روزنامه نگاری که همچنان ایستاده اند تا پایان با حکمای سنگینی که 7 سال فقط چون حقیقت رو گفتن 7 سال حکم براشون صادر کردن، همچون زندانیان دیگری، همچون بیانیه 14 نفره که امروز در شرایط سختی رو دارن میگذرونن. باید در همینجا اضافه کنم که زندان وکیل آباد مشهد هم پیوست به زندانیان دیگری که روزهای سه شنبه برای نه به اعدام این حرکت رو آغاز کردن. زنان زندانی همچون نرگس محمدی، همچون عزیزان دیگری که در زندان هستن، این روزها شدیداً حمله به نرگس محمدی میشه. این کار جمهوری اسلامی، نیفتید تو دام جمهوری اسلامی. با نرگس محمدی میتونید مخالفت شید، ممکن نرگس محمدی با من هم عقیده نباشه، ولی یک مبارزه، یک کسی است که ایستاده، یک کسی است که یک حرکتی رو آغاز کرده در روز سه شنبه که بگه نه به اعدام. نگذارید که جمهوری اسلامی موفق بشه. جمهوری اسلامی پول داره و من میدونم که چه خرچهایی داره میکنه. افشاگری هایی رو باید کرد که مطمئنن در این زمینه صحبت گفتم که میکنم. به این اجتماعات که در روز چهارشنبه، میگم روز 14 سپتامبر و در روز 15 سپتامبر هست، بپیوندید، با اونها هم صدا بشید. بعضیا میگن خب که چی؟ نه، خانواده های دادخواه امروز در زندان هستند، باید به این اجتماعات بپیوندیم با هر عقیده و مرامی که دارید. کمونیستید که باشید، مجاهدید که باشید، مشروط خواهید که باشید، باید در کنار هم باشیم. ما در یک نقطه با هم مشترک هستیم و اون نه به جمهوری اسلامی و مهمتر از همه آزادی مملکتمان ایران. مجاهد رو اعدام کردن، کمونیست رو اعدام کردن، فدایی چیزی که فدایی خلق یا چپ، اکثریت، اقلیت، هر کی چه باشه، مشروط خواه رو اعدام کردن، جمهوری خواه رو اعدام کردن. امروز باید در کنار هم باشیم و با هم یک صدا باشیم. این روزها روزهای مهمی است. این روزها روزهایی نیست که بگیم من با کی مخالفم موافقم. ما فقط با یک گروه مخالفیم و اون هم با جمهوری اسلامی. در خارج از کشور وظیفه ماست که با هم باشیم. وظیفه ماست که اگر در لس آنجلس هستی در روز یک شنبه ساعت 4 تا 6 با ما هم صدا بشی. مهم نیست کی گرفته، مهم اینه که باشیم و به جمهوری اسلامی بگوییم که ما با هم و در کنار هم هستیم. امروز فقط اتحاد و همبستگی است که ما رو میتونه به آزادی ایران برسونه. با هم فریاد خواهیم زد نه به جمهوری اسلامی. به هر زبانی که دلتون میخواد، فرانسوی هستید فرانسوی، آلمانی، انگلیسی،
نگذاریم. پزشکیان آمد، من در روز دوشنبه براتون گذاشتم. پزشکیان گفت من یک بسیجی هستم، از بسیج آمدم، به بسیج بسیجی عمل خواهم کرد. جمهوری اسلامی ماهیتش همینه که از اول نشون داده. ماهیتش اینه که همون سینما رکس آبادان رو به وجود آورد و عده‌ای رو در آتش سوزاند. جمهوری اسلامی ماهیتش همونه که در آغاز سال 1157 سران دولت شاه فقید رو اعدام کرد بدون محاکمه. مردمی که نه دستشون به خون کسی آغشته بود بدون محاکمه اعدامشون کردند. جمهوری اسلامی همونه که در شهریور در 1167 جوانانی که مجاهد و فدایی بودن رو اعدام کرد. بارها و بارها گفتم من دخترم من فقط 18 سالش بود، پسرم من فقط 27 سالش بود، دخترم من فقط روزنامه میفروخت. پدرم رو به زندان انداختن، گوش انقدر کتکی زدن که گوشش نمیشنفه، یه گوشش رو از دست داده. و بعد هم اتفاقاتی که بعد افتاد، در سال 1178 جنبش دانشجویی، در سال 1188 جوانان که اومدن گفتن رأی من کو، با هر صورتی آمدن بیرون. جوانانی که در سال 1198 آمدن بیرون به خاطر گرانی بنزین، به خاطر فقر و بدبختی. جوانانی که در سال 1401 آمدن، نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. با تشکر از آقای شورتی عزیز در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. برای آزادی